جلوگیری از سوخت‌رسانی به هواپیماهای رژیم ایران. جریمه شرکت خودروسازی آمریکایی به جرم نقض تحریم رژیم ایران. فرانسه ادعای رژیم ایران در مورد دعوت از آخوند روحانی به اجلاس جی 7 را تکذیب کرد. تورج دهخان زنگنه، مدیرعامل رژیم در هواپیمایی ایران ایر، اعتراف کرد برخی فرودگاه‌های بین‌المللی به هواپیماهای ایران سوخت نمی‌دهند. به گفته این کارگزار رژیم، از جمله برخی از فرودگاه‌های ترکیه به ایران ایر سوخت رسانی نمی‌کنند. خاطر نشان می‌شود وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اول مرداد هشدار داده بود که هر گونه همکاری با شرکت‌های هواپیمایی ایران می‌تواند تحریم، تنبیه، عواقب کیفری و جزایی در پی داشته باشد. وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت پاکار، تولید کننده خودروهای سنگین و نیمه سنگین آمریکایی را به دلیل نقض تحریم‌ها علیه رژیم آخوندی به پرداخت جریمه به مبلغ 1,709,325 دلار محکوم کرد. این شرکت موافقت کرده است برای 63 مورد نقض آشکار تحریم‌ها علیه رژیم ایران جریمه بپردازد. این نقض‌ها به واسطه یه شرکت کامیون‌های داف هلند که مستقر در هلند است صورت گرفته است. پیش از این آمریکا یک شرکت چینی را به دلیل خرید نفت از ایران تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسه ادعای رژیم آخوندی مبنی بر دعوت از آخوند روحانی به اجلاس گروه 7 را تکذیب کرد. یک دیپلمات فرانسوی گفت امانوئل ماکرون از روحانی برای حضور در این اجلاس دعوت نکرده است. از روز گذشته و بعد از تماس تلفنی آخوند روحانی با امانوئل ماکرون، رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری حکومتی ایسنا مدعی شدند امانوئل ماکرون از روحانی برای شرکت در اجلاس جی 7 در پاریس دعوت به عمل آورده است. خریداران خودرو ام جی شرکت صنعت خودرو آذربایجان صبح روز چهارشنبه در اعتراض به تحویل ندادن خودروهای خریداری شده توسط این شرکت در مقابل دادگستری رژیم در تهران تجمع کردند. طوفانی با سرعت 100 کیلومتر در ساعت در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده است. این طوفان که روز چهارشنبه شروع شده تا روز یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت. بر اثر این طوفان شهرهای زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز دچار اختلال در حمل و نقل و آلودگی شدید هوا خواهند بود. موج گرما در ژاپن در هفت روز گذشته جان 57 تن را گرفت که 5 برابر تلفات گرمای شدید در هفته گذشته است. همچنین در این هفته حداقل 18,000 تن نیز در بیمارستان‌های ژاپن به دلیل گرمازدگی بستری شدند که 4 برابر هفته گذشته است. Now in Afghanistan, the number of people killed in a suicide bombing in front of a police station has risen to 14, including 4 policemen. 145 other people were injured. آمار قربانیان انفجار صبح روز چهارشنبه در ورودی منطقه امنیتی کابل به 14 کشته و 145 مجروح رسید. به گفته مقام‌های افغانستان، دست کم 10 غیر نظامی و 4 پلیس در میان کشته شدگان هستند. همچنین 92 نفر از مجروحان افراد غیر نظامی هستند. شبه نظامیان طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفتند و گفتند یک مرکز جلب و جذب نیروهای افغان را هدف قرار دادند.